لنت کنترل میکنه. در نیمه اول حدود یک ربع اول بازی در اختیار تیم فوتبال استقلال بود که محک میزد حملات خودش رو از جناحی روی دروازه یک تیم بلد عالی هست که ناصر حجازی با یک انعطاف خوب کنترل میکنه زمین ضربه امیر قلعه‌نویی رو. در به فکر رو دیدیم بود مجردن بود با امیر قلعه‌نویی ساخت و پرداخته میکنه که بچه های استقلالش میکنه. فرصت خوبی بود برای پرسپولیس. بزرگترین حادثه در دقیقه 44 بود که امیر قلعه‌نویی یکی دو یار تیم استقلال در محوطه جریمه تیم استقلال درو کرد و میومد که ضربهشو بزنه که برها کنترل میکنه. ضربه ای هست که شاهین بیانی، نامجو مطلق و در نهایت عبدالعلی چنگیز به وجود میارن. یک گل برای تیم فوتبال استقلال هست. دقیقه 69 عبدالعلی چنگیز حالا استقلال رو به اون چیزی که از ابتدای کار دنبالش بود و او رو جستجو میکرد میرسونه، یعنی اون پیروزی بر تیم شاهین و در نهایت صدر نشینی دسته یکم بود. ضربه دیدنی هست که قلق کار عبدالعلی چنگیز هست. در این زمینه تخصص فراوون داره. ضربات کناری محوطه شش قدم رو خوب کنترل میکنه و زیبا تموم میکنه. عبدالعلی چنگیز یکی از بهترین مهاجمان ما که انشاءالله بر قدرت بدنیش باید اضافه بکنه تا در بازی هسته سئول انتظارات علاقمندان فوتبال رو در دیدارهای سئول برآورده بکنه. عبدالعلی چنگیز مجال نمیده به دفاع تیم شاهین و حساب کار یک‌یک میشه. پس از اون شاهینی ها یکی دو بار حملات خطرناک روی دروازه استقلال داشتن. به همین جهت تیم استقلال هم از فضای خالی که در خط دفاعی تیم شاهین به وجود اومده بود نهایت استفاده رو کرد. یکی دو بار واقعا خطرناک بود، به خصوص ضربه برگردونه که عبدالعلی چنگیز زد میرفت که خطرناک بشه روی دروازه. مرتضی یکی از دفتر مختلفتر او رو تک میکنه. حساب کار حالا با این ضربه یک پنالتی است برای تیم شاهین. ضربه است که مختلفتر تک میکنه. در حال مرتضی یکی یه مقداری میکنه خودش رو توی در قدم میزنه زمین. تصمیم نهایی بر عهده آقای محمد صالحی هست که داور ممتاز فوتبال ماست. او پنالتی رو نشون میده. ناصر حجازی دروازه‌بانه که در این بازی واقعا خوب درخشی خودش رو آماده میکنه که ضربه محمود پازوکی رو در دقیقه 81 ببینیم که به چه شکل میخواد کنترل بکنه. در صورت محمود پازوکی از این ضربه استفاده میکنه. دو تیم یک یک مساوی میشن و با این تساوی شاهین در صدر گروه اول به اتمام شد و استقلال دوم خواهد شد که